Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe. متشکرم که برنامه ارتباط ایمان را دنبال می‌کنید. جایی که می‌تونیم شما را به خداوند ارتباط بدیم. هموطنان عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت یکایک شما. به برنامه ارتباط ایمان خوش آمدید. خدا را شکر می‌کنم برای وجود شما، برای ایمان شما که به عیسی مسیح ایمان آوردید و شدید مسیحی. مسیحی یعنی شخصی که پیرو مسیحه، کسی که شبیه مسیحه، مثل عیسی مسیح زندگی میکنه. دعا میکنم که بتونید شبیه عیسی مسیح باشید، در رفتارتون، گفتارتون و کردارتون بتونید مثل عیسی مسیح زندگی کنید و اون قدوسیت عیسی مسیح رو منعکس کنید توی زندگیتون. خدا بهتون برکت بده. و دوستان، امروز میخوایم بریم حضور خداوند، طبق معمول با دعا برنامه امروز رو شروع کنیم. بیایید دعا کنیم. خدای تو رو شکر میکنیم برای امروز. شکرگزارتیم خداوند برای نجات عظیممون. شکرگزارتیم برای روح القدس مبارک که در وجود ما ساکنه و ما رو به تمامی راستی ها هدایت میکنه. شکرگزارتیم برای خداوند کلامت که میتونیم هر روز بخونیم و با تو قدم بزنیم. ای خداوند، بتونیم در این دنیای گناه‌آلود راه‌های تو رو ادامه بدیم. ای خداوند، ای عیسی مسیح، دعا می‌کنم خداوند این برنامه رو خودت هدایت کنی و برکت بدی خداوند. اون اشخاصی که خداوند برنامه رو دارن تماشا می‌کنن بتونن خداوند از این درس، از این پیامی که امروز می‌خوام یاد بگیریم، بتونن یاد بگیرن و در زندگیشون به کار ببرن. در نام عیسی مسیح، آمین. دوستان، پیام امروز عنوانش است نقشه خدا برای تمامی زمانها. دوره چهارم، دوره وعده یا عهد. دوره وعده یا عهد که خداوند میبینیم که باز در این دوره به انسان مسئولیت میده و انسانها باز طبق معمول سرکشی میکنند و خداوند مجازات میکنه. دوستان، در افسسیان باب 1 آیه 9 تا 10 اینو میخونیم که دوره های مختلفی هستش، زمان هایی هستش که خداوند با انسان ها برخورد میکنه. آیه 9 و 10 میگه چون که سر اراده خود را به ما شناسانید. خداوند اراده خود را به ما شناسانید. چجوری؟ از طریق کلامش، بر حسب خوشنودی خود که در خود عزم نموده بود. خداوند عزم نموده بود، یک عزمی، یک قصدی کرده بود که یک کاری انجام بده. میگه برای انتظام کمال زمان ها، انتظام کمال زمان ها. یعنی میخواد خداوند اون زمانها کمال، یعنی اون زمانهایی که هستش در نقشه خداوند، دورهای مختلفی که هستش، خداوند نظم میده. طبق نظمش در هر دوره خداوند یه مسئولیتی میده و دوره بعدی شروع میشه. خداوند یعنی انتظام کمال زمانها رو میخواد یه کاری انجام بده در این دوره ها. میگه تا همه چیز را در این دوره ها، میگه همه چیز را، خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است، در مسیح جمع کند، یعنی در او. میگه خداوند میخواد در این زمانهای مختلفی که در دنیا هستش، از زمان آدم حوا تا پایان دنیا، 7 زمان مختلف هستش، 7 دوره های مختلف ما میتونیم در کتاب مقدس بخونیم که خداوند در هر دوره یه شخصی رو پیدا میکنه، با فیض خودش نجات میده و از اون شخص استفاده میکنه و بهش یه مسئولیت میده. و میبینیم که این شخص بارور کثیر میشه، زیاد میشه و یه جمعیتی درست میشه، زیاد میشه و این جمعیت میبینیم از خداوند سرکشی میکنند. و خداوند میخواد که از همه دورانها، همه زمانهایی که هستش، 7 دوره زمانی، میخواد که همه انسانها رو از اون دورها نجات بده، جمع کنه در عیسی مسیح. عیسی مسیح محور زندگی ماست دوستان. خداوند هر نقشه‌ای که داره بر محور، بر پایه خداوند عیسی مسیحه. با عیسی مسیح میخواد ما را نجات بده. و 7 دوره زمانی در نقشه خدا وجود داره. اولین دوره، دوره بیگناهیه. دوره دوم، دوره شناخت خوب و بده یا وجدان. دوره سه، دوره دولت یا حکومت انسانی. دوره چهارم، دوره وعده یا عهد. دوره پنجم، دوره شریعت. دوره ششم، دوره فیض یا عصر کلیسا. و دوره هفتم، دوره هزاره سلطنت زمینی مسیح هستش. و خداوند در هر دوره به انسان مسئولیت میده. نقش خداوند به انسانها در هر دوره چیست؟ یک، خداوند به انسانها مسئولیت میده. در هر دوره خداوند به انسانها مسئولیت میده. دو، انسانها از انجام مسئولیت سرکشی میکنند
سه، خداوند انسانها را برای کوتاهی کردن مجازات می کند. خداوند نمیتونه تحمل کنه که کسی سرکشی کنه از خالق خودش. خداوند مجازات میکنه. در این حال خداوند راه فرار از مجازات رو برای انسانها میذاره، تعیین میکنه که انسانها مجازات نشن. اون اشخاصی که ایمان میارن اون فیض خداوند رو دریافت میکنن، اون رحمت خداوند راه فرار رو پیدا میکنن و هلاک نمیشن، نجات پیدا میکنن. در هر دوره‌ای فیض خداوند رو میبینیم، چه در دوره اول که دوره بیگناهی بود، آدم حوا میبینیم خداوند حیوانی رو به جای انسان‌ها کش، چون انسان‌ها گناه کردن، آدم حوا حیوانی رو کش به جاش و با پوست حیوان لختی و یا گناهان آدم حوا رو پوشانید. یعنی خداوند گناهان ما رو خودش پوشش داد، کفاره داد با حیوان. و این در هر دوره خداوند فیض میده، میخواد ما رو نجات بده، یه راه فرار میذاره برای ما. در دوره‌ای که امروز هستیم خداوند راه فرار گذاشته، میخواد ما رو نجات بده و به زودی هلاکت میاد. مجازات خداوند خواهد آمد به زودی در این زمین، اما خداوند در همین دوره، همین امروز برای ما راه فرار گذاشته که در درس های آینده در دوره ششم اینو خواهیم خوند که خداوند در دوره ششم، دوره فیض بهش میگن، دوره عصر کلیسا، خداوند برای ما راه فرار گذاشته که خواهیم خوند. و دوره چهارم که امروز میخواهیم بخونیم دوره وعده یا عهده که در این نمودار که میبینید زرد رنگ، دوره چهارم وعده که دورش خط قرمز کشیده شده، این دوره وعده است. از سمت چپ نگاه کنید، دوره اول بیگناهی، دو وجدان، سه دولت انسان، چهار وعده است که امروز میخواهیم بخونیم. و شخصیت اصلی دوره چهارم ابراهیمه. خداوند با ابراهیم عهد بست، وعده داد بهش، وعده داد که برکت بهش بده، که الان میخواهیم بخونیم این آیات رو. و مدت دوره چهارم از زمان دعوت ابراهیم، خداوند ابراهیم رو دعوت کرد، باش وعده عهد بست و وعده داد بهش، تا دعوت یا رسالت موسی از سوی خدا. پس از زمان ابراهیم تا موسی این مدت، این زمان بود که حدوداً 500 سال طول کشید. این دوره 500 سال مدت این دوره بود حدوداً. و مسئولیتی که خداوند در این دوره به انسان داد این بود که سکونت در سرزمین کنعان داشته باشند، در سرزمین وعده که سرزمین کنعان بود. خداوند گفت باید برید اونجا ساکن بشید. خداوند نقشه داشت برای زمان آخر، برای زمانی که عیسی مسیح برمیگرده، بازگشت میکنه و در سرزمین اسرائیل که سرزمین کنعان باشه، از اونجا میخواد برای تمامی دنیا، به همه دنیا میخواد سلطنت کنه. و خداوند پس نقشه داشت، میخواست ابراهیم رو بخونه و بفرسته سرزمین کنعان، اونجا یه امتی رو به وجود بیاره، ابراهیم، امت بنی اسرائیل رو. و اینو در پیدایش باب 12 آیه 1-7 میخونیم. دعوت ابراهیم، خداوند با ابراهیم عهد بست، دوره تازه‌ای رو شروع کرد. آیه 1-7 رو میخونیم. و خداوند به ابرام گفت، ابرام، اسم ابراهیم ابرام بود موقعی که در اور کلدانیان زندگی میکرد، ابراهیم اسمش ابرام بود. ابرام یعنی پدر، پدر بزرگ. اما ابراهیم خداوند اسمش عوض کرد، گذاشت ابراهیم، یعنی پدر امتهای بسیار، پدر امتهای بسیار. پس ابرام اسمش بود. یه خداوند به ابرام گفت، از ولایت خود و از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو. خداوند گفت ولایت خودت رو ترک کن، اون زمینی که اونجا بزرگ شدی ترک کن. ابراهیم در اور کلدانیان بزرگ شده بود، در بابل، جایی که مقر ادیان مختلف، ادیان دروغین بود، اونجا بزرگ شده بود و اجدادش، تمامی خانوادش، همشون بت پرست بودن و خدایان غیر رو پرستش میکردن، مذهب دیگه ای رو داشت. حساب کنید یهو خداوند به شما که حساب کنید یه مذهب دیگه ای داشته باشید، مذهب دروغین داشته باشید، و خداوند بهتون یه وعده‌ای بده، یه کسی به شما بیاد بشارت بده و بگه که باید این دین تو ترک کنی، بیای به عیسی مسیح ایمان بیاری تا بتونی نجات پیدا کنی. و این چالش بزرگی برای شما هستش، میتونم درکش کنم، و بسیار چالش بزرگی برای ابراهیم بود. خداوند گفت خانه
اجدادی خودت رو، ولایت خودت رو ترک کن، دینت رو ترک کن، خدایان خودت رو ترک کن، خانوادت و اجدادت رو ترک کن و به سوی زمینی که من به تو نشون میدم اونجا برو، زمینی که نه خودت میخوای، من به تو نشون میدم. پس خداوند به ما دوستان زمین نشون میده. موقعی که ما رو نجات میده، خداوند ما رو از دنیا خارج میکنه، بیرون میاره، میخواد به ما یه زمین تازه بده. هللویا بر کلیسا، زمین تازه کلیساست. میگه که خداوند میگه ما رو از دنیا بیرون میکنه، نجات میده از آلودگی های دنیا، میگه که باید در خانه من، در کلیسا بزرگ بشی، اونجا باید رشد پیدا کنی، نمو پیدا کنی، بتونی منو بشناسی، راه های منو بتونی در کلامم یاد بگیری. خداوند پس زمین تازه به ما میده. خداوند به ابراهیم گفت ولایت خودش رو ترک کن. ابراهیم چالش بزرگی داشت در اون روزی که خداوند بهش ظاهر شد و آیه دو رو میخونیم. خداوند بهش وعده میده، میگه و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم، تو برکت خواهی بود، و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند، و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. 6 خداوند وعده داد. خداوند گفت اگه از من اطاعت کنی، اگه بری اون سرزمینی که من میخوام به تو نشون بدم، یعنی سرزمین کنعان، اونجا به تو 6 وعده، 6 کار بزرگ برای تو انجام خواهم داد. ابراهیم 75 ساله بود که خداوند به ابراهیم در این روز ظاهر شد. 75 ساله بود. زنش سارای 65 ساله بود و زنش نازا بود، بچه دار نمیشد، و خداوند در سن 75 سالگی بهش ظاهر شد، گفت که اولین وعده، گفت از تو امتی عظیم پیدا کنم، یه امت، گفت تو فقط با همسرت هستی و هیچ فرزندی نداری، ولی به تو امت میخوام از تو درست کنم. و ابراهیم باز این چالش بزرگی بود و سخت بود درکش، سخت بود که ایمان بیاری به همچین وعده بزرگی، ولی کتاب مقدس میگه ابراهیم ایمان آورد به وعده خداوند، گفت از تو امتی از این پیدا کنم و تو را برکت دهم، گفت تو را برکت خواهم داد. 3 نام تو را بزرگ سازم، اسمت بزرگ خواهد بود در جهان. بعد از حدوداً 4000 سال از زمان ابراهیم تا به امروز اکثر مردم ابراهیم رو میشناسن، مسیحی‌ها ابراهیم رو میشناسن، احترام میذارن، یهودی‌ها ابراهیم رو میشناسن، احترام میذارن، حتی مسلمان‌ها ابراهیم رو میشناسن و احترام میذارن، اکثر دنیا ابراهیم رو میشناسن، اسمش واقعا بزرگ شده. همونطور که خداوند وعده داد، عمل کرد به وعده خودش. خداوند این خدای محبت، خدای وفاداریه که همیشه وعده خودش رو عمل میکنه. پس گفت از تو امتی عظیم ساز پیدا کنم، تو را برکت دهم، نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود. گفت تو برکت خواهی بود، گفت تو باعث برکت برای اطرافیانت خواهی بود، برای امت، برای همه برکت خواهی بود. و برکت رو میتونیم در ابراهیم پیدا کنیم. و 5 برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند. گفت هر کسی که به تو برکت بده از نسل تو، امت تو که اسرائیل میخواد به وجود بیاد، اگه ابراهیم و امتش اسرائیل رو کسی برکت بده، مبارک خواند. هر کسی که اسرائیل رو لعنت کنه، بگه مرگ بر اسرائیل، ملعون خواهم خواند. این وعده 5 بود. و 6 گفت از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. از تو، گفت ابراهیم، از تو جمیع دنیا، جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. چجوری؟ از ابراهیم، اسحاق، یعقوب به دنیا آمد. از یعقوب 12 طایفه، 12 پسر به دنیا آمد از یعقوب که 12 طایفه اسرائیل رو به وجود آوردند. و از قوم بنی اسرائیل مسیح خداوند، منجی ما در این جهان ظاهر شد و فدیه گناهان ما شد روی صلیب، و همه دنیا دارن به عیسی مسیح ایمان میارن و اون ایمان ابراهیم رو به دست میارن، صحیح میشن در ایمان ابراهیم که به وعده خداوند ایمان آورد. ما هم به وعده خداوند، که وعده خداوند عیسی مسیح، ایمان میاریم به عیسی مسیح، در ایمان ابراهیم شریک میشیم. و این ابراهیمی که به ما برکت، و گفت از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. و آیه 4 میگه پس ابرام چنان که خداوند به دو فرموده بود روانه شد.
چنان که خداوند به دو فرموده بود روانه شد. یعنی با ایمان خانه‌ش رو ترک کرد، ولایتش رو، مذهبش رو، دینش رو، همه رو ترک کرد، روانه شد. و لوط همراه وی رفت و ابراهیم 75 ساله بود هنگامی که از حران بیرون آمد و ابراهیم زن خود سارای و برادرزاده خود لوط و همه اموال اندوخته خود را با اشخاصی که در حران پیدا کرده بودند برداشته به عزیمت زمین کنعان بیرون شدند و به زمین کنعان داخل شدند. پس با ایمان رفتن به زمین کنعان و ابراهیم در زمین میگشت تا مکان شکیم تا بلوتستان موره و در آن وقت کنعانیان در آن زمین بودند و خداوند بر ابراهیم ظاهر شده گفت به ذریت تو این زمین را میبخشم. بار دوم خداوند بهش ظاهر شد موقعی که رفت به سرزمین کنعان، اونجا که ساکن شد خداوند گفت این زمین را میبینی به ذریت تو، یعنی به نسل تو، به امت تو، منظورش امت بنی اسرائیله، به ذریت تو این زمین را میبخشم و در آنجا مذبحی برای خداوند که بر وی ظاهر شد بنا نمود. ابراهیم ایمان آورد به وعده خداوند و اونجا خداوند که بهش ظاهر شد که بهش وعده داد گفت این زمین رو میبینی من به امت تو، به ذریت تو این زمین را خواهم بخشی تا در این زمین ساکن بشن، کشوری رو به وجود بیارم و این امت منو خواهند شناخت، بهشون برکت خواهم داد. همه دنیا زمان ابراهیم بت پرست بودند بدون استثنا، هر کشوری که باشه، چه چین، هندوستان، ایران، عربستان، همه کشورها بدون استثناء بت پرست بودند، خدایان رو پرستش میکردند و خداوند خواست که از یک نفر شروع کنه، خواست که به اون یک نفر راه‌های خودش رو نشون بده، وعده داد بهش و ابراهیم ایمان آورد به کلام خداوند و خواست که از ابراهیم استفاده کنه، از ابراهیم یه نسل، یه خانواده و امتی به وجود بیاره که این امت بتونن خداوند رو، خدای یهوه، خدای واقعی رو بشناسند و اون دانش خدای واقعی رو به تمامی دنیا پخش کنند. و از اون قوم بنی اسرائیل خداوند نقشه کشیده بود که خودش از اون قوم بیاد روی زمین و فدای گناهان ما بشه روی صلیب تا ما با ایمان به عیسی مسیح بتونیم از همه کشورها ایمان بیاریم به عیسی مسیح و نجات پیدا کنیم. پس خداوند خواست از یه نفر استفاده کنه تا تمامی جهان رو نجات بده، از یک نفر ابراهیم. ابراهیم خداوند تمامی جهان را از طریق عیسی مسیح که خودش اومد روی زمین به اسم عیسی شناخته شد همه دنیا رو خواست نجات بده. این نقشه خدا بود، از یه نفر استفاده کرد. ابراهیم ایمان آورد به وعده خداوند و اونجا مذبحی، یه مذبح یعنی قربانگاه در سرزمین کنعان ساخت و خداوند رو پرستش کرد. دوستان، و ابراهیم ایمان آورد ولی بعد از یه مدتی بیم چه اتفاقی افتاد. سرکشی کردند، هم ابراهیم هم پسرانش هم تمامی فرزندان و قوم بنی اسرائیل سرکشی کردند. سرکشی این بود که سکونت در مصر، رفتن در مصر ساکن شدند. متاسفانه گرچه ابراهیم ایمان آورد ولی آزمایش سختی بود، خداوند خواست که ایمانش رو امتحان کنه. گرچه از طریق اسحاق ایمانش امتحان کرد و ابراهیم باز ایمان آورد، اما قحطی به وجود اومد در سرزمین کنعان و ابراهیم رفت به سمت مصر و این نمونه گذاشت و دوباره برگشت از مصر به سرزمین کنعان. این باز نمونه شد برای فرزند ابراهیم اسحاق که به دنیا اومد، اونم رفت توی سرزمین کنعان، توی مصر ببخشید، رفت توی مصر ساکن شد و دوباره برگشت. بعد پسر اسحاق یعقوب، اونم رفت توی مصر ساکن شد. و سرکشی رو میبینیم در پیدایش باب 12 آیه 10 میگه و قحطی در آن زمین شد، یعنی در زمین کنعان قحطی شد و ابراهیم به مصر فرود آمد. خداوند گفت که در سرزمین کنعان باش، اونجا سکونت داشت، اونجا کشور برای خودت بنا کن، ولی میگه ابراهیم به مصر فرود آمد تا در آنجا به سر برد، زیرا که قحط در زمین شدت میکرد. به خاطر قحطی ابراهیم رفت به زمین مصر، نگفت که خداوند به من گفته که باید در این زمین باشم. خداوند به من دوباره ظاهر شد گفت به ذریت تو این زمین زمین کنعان را خواهم داد. ولی ابراهیم متاسفانه قحطی که شد، امتحان که به وجود اومد، باعث شد که بره مصر. و پسر اسحاق، ابراهیم اسحاق بود، اسحاق هم رفت توی مصر، دوباره برگشت و اسحاق هم
پسر داشت به اسم یعقوب. یعقوب هم 12 تا پسر آورد و ذریت و اینا زیاد شدن. و پیدایش باب 46 آیه 6 میخونیم میگه و مواشی و اموالی را که در زمین کنعان اندوخته بودند گرفتند و یعقوب با تمامی ذریت خود به مصر آمدند. یعقوب پسر اسحاق که پسر ابراهیم بود با تمامی ذریت خود که 70 نفر بودند اومدند در سرزمین مصر. خداوند گفته بود که به ذریت تو این زمین کنعان را خواهم داد. اینا یعقوب با 70 نفر رفتن توی مصر ساکن شدن که یوسف اونجا توی مصر مونده بود و اینا هم همشون رفتن توی مصر، یعنی خارج از اراده خدا بودن. اراده خداوند زمین کنعان بود و مجازات رو میبینیم چون سرکشی کردن رفتن به زمین مصر. مجازات اسارت و بردگی در مصر بود. اسارت و بردگی در مصر در خروج باب 1 آیه 8 تا 14 رو میخونیم. اما پادشاه دیگر بر مصر برخاست که یوسف را نشناخت و به قوم خود گفت همانا قوم بنی اسرائیل از ما زیاده و زورآورترند. قوم بنی اسرائیل که همراه با یعقوب و ذریتش فرزندانش همراه با یوسف 75 نفر در مصر بودن، اینا شروع کردن به زاد و ولد کردن. زیاد شدن جمعیتشون حدوداً به 2 میلیون نفر رسید. 2 میلیون زیادتر می شدن و به جایی رسید که اونجا که یوسف وزیر فرعون بود و اون فرعون مرد و یه شخص دیگه پادشاه مصر شد که یوسف رو نمیشناخت. و چه اتفاقی افتاد؟ ببینیم چجوری خداوند میخواد بنی اسرائیل رو مجازات کنه به خاطر سرکشی که توی مصر ساکن شدن. گفت که آیه 9 و به قوم خود گفت همانا قوم بنی اسرائیل از ما، یعنی از ما مصریان، زیاده و زورآورترند. بیایید با ایشان به حکمت رفتار کنیم مبادا که زیاد شوند و واقع شود که چون جنگ پدید آید ایشان نیز با دشمنان ما همداستان شوند و با ما جنگ کرده از زمین بیرون روند. گفت که مبادا که موقعی که دشمنان ما این کشورهای دیگه میخوان به ما حمله کنند، این یهودیان، این کسایی که یهودی هستن در زمین ما هستن که تعدادشون زیاد شده، زورآورتر شدن، مبادا اونا به دشمنان ما بپیوندن، همکاری کنن و به ضد ما جنگ کنن و ما رو نابود کنن. بیایید با حکمت با ایشان رفتار کنیم. آیه 11 میگه پس سرکاران بر ایشان گماشتن. سرکاران یعنی ناظران گماشتن تا ایشان را به کارهای دشوار ذلیل سازند و برای فرعون شهرهای خزینه یعنی فیتوم و رمسیس را بنا کردند. سرکاران ناظران گذاشتن که از این یهودیان 2 میلیون نفر بردگی بگیرند، بیگاری بگیرند و از ایشان کارهای دشوار خواستند، ذلیلشون کردند یهودیان را. خداوند مجازات داره میکنه از طریق دشمنان یهودیان، از طریق مصریان. خداوند داره مجازات میکنه چون در سرزمین مصر، در سرزمینی که به گناه آلوده بود، که زمین مصر در کتاب مقدس سمبل گناهه، سمبل دنیاست مصر، و اینا رفتن توی دنیا مثل نماد یه مسیحیه که کلیسا رو ترک کنه بره توی دنیا، توی دنیای گناه آلود با دنیا همرنگ باشه. و خروج باب 1 آیه 8 تا 14 ادامه میدیم. آیه 12 میگه لیکن چندان که بیشتر ایشان را ذلیل ساختن، یعنی بیشتر یهودیان را ذلیل ساختن، زیادتر متزاید و منتشر گردیدند و از بنی اسرائیل احتراز می نمودند و مصریان از بنی اسرائیل به ظلم خدمت گرفتند، به ظلم ازشون خدمت گرفتند و جانهای ایشان را به بندگی سخت، به گلکاری و خشسازی و هر گونه عمل صحرایی تلخ ساختند و هر خدمتی که برای ایشان نهادند به ظلم می بود. به ظلم ازشون بیگاری می گرفتند، خش درست می کردند برای مصریان و شهر رمسیس و فیتوم، شهرهای دیگه برای فرعون یهودیان ساختند. یعنی با ذلالت ذلیل شدند و برای فرعون بردگی کردند، بنده فرعون شدند، عذاب کشیدند در کشور مصر. دوستان، دنیا میخواد ما رو به سمت گناه بکشونه و گناه همیشه ما رو ذلیل میکنه. مطمئن باشید اگه توی گناه هستید ذلیل خواهید شد، به جایی خواهید رسید که میخواین خودکشی کنید.
گناه دوستان ما رو به سمت هلاکت میکشونه. گناه هیچ موقع خوب نیست. گناه وعده خوبی میده، همیشه به ما بدی میکنه. گناه وعده میده که ما رو همیشه در این دنیا خوشبخت کنه، اما ما رو بدبخت میکنه. گناه وعده عمر دراز میده، طولانی میده، اما عمر ما رو کم میکنه. گناه چیز خوبی نیست دوستان. گناه ما رو به سمت هلاکت میکشونه. سرکشی علیه خداوند ما رو نابود خواهد کرد تا ابدالآباد. باید همیشه به اراده خداوند ایمان داشته باشیم و با ایمان زندگی کنیم. و یهودیان سرکشی کردن علیه خداوند. ابراهیم ایمان آورد ولی بعد قحطی که شد رفت به سرزمین مصر و پسرش اسحاق از پدرش یاد گرفت. اونم موقعی که قحطی شد در سرزمین کنعان اونم رفت مصر، دوباره برگشت. بعد اسحاق پسرش یعقوب از پدرش اسحاق یاد گرفت، اونم رفت به زمین مصر و بعد دیگه اونا موندن توی مصر، زیاد شدن و خداوند مجازاتشون کرد و برده فرعون شدن. دوستان درس کاربردی برای ما اینه که در شرایط سخت به خدا اعتماد کنیم. زمانی که شرایط سخت میشه، زندگی کردن سخت میشه، خداوند ما رو همیشه امتحان میکنه. ایمان ما رو خداوند همیشه آزمایش میکنه. باید اعتماد کنیم. مطمئن باشید که در شرایط سخت خداوند روزی ما رو خواهد رسانید. خداوند نمیذاره که فرزندش هلاک بشه از گرسنگی. خداوند خسیس نیست. خداوند خدای زمین و آسمانه، یعنی همه زمین و پری آن از آن خداست. خداوند میتونه به ما روزی بده. خداوند میتونه نیازهای ما رو برآورده کنه. در فیلیپیان باب 4 آیه 19 میگه و خدای من تمامی احتیاجات شما را در مسیح عیسی برآورده خواهد کرد. طبق دولت خودش، با دولتی که خداوند داره، تمامی احتیاجات ما را در عیسی مسیح برآورده خواهد کرد. پس دوستان باید ایمان داشته باشیم به وعده خداوند و موقعی که ایمان ما مورد آزمایش قرار میگیره باید اعتماد کنیم، بگیم خداوندا ایمان دارم به تو، گرچه زندگی من سخت شده نمیتونم تحمل کنم، خداوندا تو منو از روح خودت پر کن، روح القدس به من بده تا به من تسلی بده، به من قوت بده که بتونم تحمل کنم، ای خداوند به من این قدرت رو بده. باید ایمان داشته باشیم، اعتماد کنیم به خداوند و وعده‌ای که خداوند در کلامش به ما داده. دوستان خداوند در کلامش وعده‌های بیشماری به ما داده. عیسی مسیح گفت میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم و اگر بروم و برای شما مکانی حاضر کنم باز میایم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من هستم شما نیز باشید. خداوند وعده داده که به ما حیات ابد بده و عیسی مسیح گفت برای شما مکانی در بهشت آماده خواهم کرد و شما را میام که با خود ببرم. این وعده خداست. اگه به عیسی مسیح ایمان بیارید دوستان نجات خواهید یافت، فرزند خدا خواهید شد و خداوند برای شما مکانی رو در بهشت آماده کرده و میتونید برید تا ابد در بهشت همراه با خداوند، در کنار خداوند زندگی کنید. پس دوستان بیایید به خداوند اعتماد کنیم در شرایط سخت. خدا بهتون برکت بده و شما را تا برنامه آینده به خداوند عیسی مسیح میسپارم. متشکرم که برنامه ارتباط ایمان را دنبال میکنید، جایی که میتونیم شما را به خداوند ارتباط بدیم.